سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در ایران و سراسر دنیا. اول یه خاطره تعریف میکنم براتون، بعد رفتش به مسئله روز و اتفاقات در سوریه داره میفته و اتفاقات پیش رو. من در کارخونه چرکل داشتم، خب خونم هم همونجا بود. من همیشه هر جا که کاری میکنم خودم هم باید روی سوار کارم باشم. بعد معمولا من جوجه میخریدم، جوجه مثلا چند روزه میخریدم، مرغ داشتم، بوقلمون داشتم، اردک داشتم، قاز داشتم. اینا محیط زیست رو تمیز میکردند، زمینی که خب لذت هم داره با مجازی کار کردن. توی این خونه که من داشتم، باقی که اونجا من داشتم، یک کلاغ پدر مادر و دو تا بچه اینا زندگی میکردن. کلاغا در توی تمام حیوانات و پرندگان کره زمین متحدترین هستن تو خودشون. یعنی وقتی اتفاق برایشون بیفته، بقیه اصلا عجیب غریب حمله میکنن و کمک میکنن به اون. مثلا برعکس من بچه بودم، یک بار یک درخت چناری بود، از روش یک بچه کلاغ افتاده بود. من بچه کلاغ برداشتم که بسا کمکش کنم، اما نزدیک 10-12 کیلومتر این کلاغا دنبالم کردن و سرمو نوک زدن. دم غروبم بود تا رفتم تو حمام روستا قایم شدم که حمامی خواست منو بیرون کنه. اون گفت کلاغ رو بودی اینجا. کلاغ خیلی متحد هستن، این عجیب غریبه. اونایی که دوچار شدن میفهمن چی میگم. بعد من صبح رفتم بیرون، اومدم دیدم 60-70 تا از این 100 تا جوجه ها رو کلاغ ها زدن و کشتن. خب میکشی بخور، بعدو ببر. بچم تو چند تا میتونی بخوری؟ اینا تو سرشون زده بودن و اینا افتادن مرده بودن، که بعدن ببرن نمیدونم. خیلی به فشار اومد، فشار روحی خیلی زیاد اومد و ناراحت شدم. و اونایی که واقعا منیدو میدونن، من برای پرنده اونجا رونه ساخته بودم. یعنی تمام دیوار هر 2-3 متر برایش یه رونه ساخته بودم اونجا، قشنگ مرتب. توی این باغ من همه رقم پرنده بود، تا هدهد هم اومده بود، خیلی جا رونه ساخته بودن. اگه صبح بارم شدم این بلبلا چهچه میزه و همه اینو پرنده اونجا بود. حالا کلاغا روی درخت رونه ساخته بودم. خیلی به فشار اومد که اینا رو کلاغا زدن. و یه تفنگویی داشتم، رفتم شهر کدی تفنگویی هم خریدم، 5000 تیر فشنگم آوردم. گفتم بچه ها هر کس کلاغ اول زد من 20000 تومان بهش میدم، چون میدونستم کلاغ اول بزنن کلاغ دیگه میاد کمک، بعد اینا رو با تیر بزنید که دیگه دورانج رو پیداشو نشه. این همه جای هم امکانش رو بید 60-70 تیر من رو بزنید نابکار بکنید، چون کلاغ خیلی باهوشه. خلاصه همکاری داشتیم اونجا، کلاغ اول زد، کلاغ باور زد و استخرم خالی بود، این افتاد توی استخر، بارش ضربه خورد. اینا، این مادر و تو بچهش اینقدر قارقار کردن که وحشت دار، ولی هیچ کلاغی نمیده به کمک اینا. عجیب ترین مسئله تو عمرم دیدم بود، هیچ کلاغی به کمک اینا نمیاد. از فاصله دور میشید اینا رو، ولی از اون دوربر باغ رد میشدن میرفتن. حس کرده بودن خطر، فهمیده بودند و نیومدند. و این مادر میرفت برای این کلاغ نره، قضا میورد بهش میداد فران، ولی هیچ کدوم نیومد. هر چقدر این بچه هاش و خود رفتن قارقار کردن بیان کمکی ما، هیچ کس نیومد. حالا حکایت سوریه است. خدمت شما عرض کنم که خب اینا همه میگفتن ما ال میکنیم، بل میکنیم، حشد شب اون شاخش نمیشید، حزب الله اونجوشو نمیکشید، سپاه قدس اونجا شاخشو نمیکشید، آقای سلیمان شاخشو نمیکشید، بچه سپاه داخل کشور شاخشو نمیکشیدن که ما کاری میکنیم کارستون. اما چی شد؟ حزب الله که پایگاهاشو خالی کرد رفت، چون پولی نیست دیگه، جمهوری پول بهشون نمیده، آخوندا به پول بهشون نمیدن. حشد شبی هم که سر فتوای آقای سیستانی اصلا نیومد و تتمش هم برد. 90% افراد ثبت نام کردن که اگر آمریکا به سوریه بخواد حمله کنه ما میریم سوریه. این 90% هم توی چند روز یا مریض شدن یا مرخصی گرفتن، خلاصه نرفتن. این 90% هم نرفتن، 10% هم 10% هم عدد نیست تو قضایی ها، به سری پیرپاتا هم رو دروازی گیر کرد نمیرن، درصد رو ندن نرفتن. فقط یک سری گروه فاطمین اونجا هستن و چند تا از این فرمانده ها که اونا جاهاش امن بقول خودشون هستن. شاید کلا نیروهای ایرانی توی سوریه 100 نفر هم نشن، اونا هم کسی هستن رو دروازی اونجا گیر کردن، البته خود خودشون جای امن هم ساختن. روسیه هم کشتی‌هاشو از سوریه خارج میکنه و
میگه مخش تاب داره و تاج منافش برده، همه رقم ایران رو دوشیده، هر کاری مثل کرده، حالا هم داره میره خارج میکنه. و تمام این روی روش حساب میکردند، هیچ کدوم اینو کلاغا نیومدن به کمک. به نظر من فاطمی به شوخی دارم میگم، حالا جدی هم توش هست، فاطمی هم کجا هستن بره اسیر بشن، بره بره پرنده بشن به آمریکایی ها بگن آقا ما رو ببرین آمریکا، ما شهر را خلاص بکنیم، ما خلاصه به رودواسی، به رودواسی و اجبارمون رو بردن برای اقامت ما بدن. و قطعا با این وضع بشار اسد راهی جز تسلیم یا خودکشی و یا فرار نداره. تا حالا همش شو بود، همش شو بود، و تلاش که قضیه جدی شد دیگه میبینن که نه، حالا حکومت آمریکا میچرخن. حالا بشه برطه من شنیدم منبع مبصر نیست که 50 تا موشک هم زده، میزنه همه تاسیساتشو داره، همه جاهاشو داره، هیچ مشکلی هم نیست، میزنه و باید منطقه آروم بشه. برگرده به اون حرفی که چند ماه پیش زده شده، چند پیش گفتیم، ولی در همون سناریو داره برنامه‌ریزی تکرار داره میشه، داره انجام میشه. روسیه هم که وتو کرد، به اینا گفت آقا من اگه بخوام وتو نکنم باید بیام کمک کنم، من توان ندارم کمک کنم، چون هر چی که درآورده تو این مشکلات و مسائلش حل کرده. بعضی هم دیدیم که به محض اینکه اتفاق افتاد روبلش باز پایین‌تر اومد، دیروز 3% امروز باز روبل اومد پایین‌تر، یه چند درصدی پایین بیاد اقتصادش ورشکست. روسیه، روسیه چیزی نداره، روسیه لاشخور و کفتاری است که از تغذیه میکنه از این چیزها، با یه حقیقتی که داره داره لاشخوری میکنه. چرا نیروهاش ازش کشید برد بیرون؟ چون دیگه چیزی نیست، کسی نیست کمکش بخواد، کسی نیست شارژش بکنه، کسی پولاش رو بخواد بده. پس در نتیجه روسی هم در اونجا خوش تخلیه میکنه و این نیروهایی که اونجا جمع هستند اینها خلاصه دستخوشون جمع میشه. حزب الله هم که کلا آچمز شد و دستور زدن تمام راداراشون داده شده و اونها هم همه طور آچمز شدن، حالا دیگه حرف نمیزنن، چرا لال شدن حالا؟ زور پر زوره نه؟ بله. و از اینجا فقط کسایی سود بردند. دوستان ایسی بهتون بگم، شاید یه خورده باورش سخت باشه، 60-70% پول نفت و گاز ایران در این 40 سال اخیر هزینه تبلیغات شده، هزینه تبلیغات شده، شبکه های مختلف، رادیوهای مختلف، تلویزیون های مختلف و سرنخ همه شده یه جا هست. یارو میرفت گوسفند میدزدید بین فقرا تقسیم میکرد، گفت آخه چه کاریه؟ گفت گناه دزدی با ثواب تقسیم فقرا برابره، این وسط کله پاچه و دل جیگرش مال منه با دنبش. اونه که باید برد تبلیغاتی از تبلیغات برچون میکنن کردند و درآمد وحشتناکی داشتن و آخونده هم با زندگیشون با تبلیغه و خودشون هم باورشون میشه تبلیغات. ولی یک بار به جستی ملخک، دو بار به جستی ملخک، آخر به دستید. امشب عزای شماست، دیدین که بچه به کجا رسیدین، این همه جنگید رفتی چی کار کردید، یک نشون بدید دیگه، کو این همه چریدید کو دنبتون، نشون بدید دیگه. دیدی همش بازی بود، دیدی همش فقط سر دعوا سر لافت مولا بود که تخلیهتون کنن، لافت مولا رو بذارن ببرن پولا رو تخلیه کنن، پول ملت ایران رو ببرن. دیدید؟ حالا عذاب بگیرید امشب، تو سرتون بزنید، عذابتون هم هست، همه جور باختید. چرا نرفتید پس؟ حزب الله یا کسی که زوب در ولایت بودن، امام خمینی خامنه ای میکرد، خب برید دیگه، چرا نرفتید؟ کجا هستید؟ که حزب الله لبنان کجا هستن؟ همش حرف بود، همش باد هوا بود، همش این بود که زور پرزور نیده بودید، لاف میزدید. اما آقای مکارم شیرازی یه بود افاظاتی فرمودند، من نمیدونم این آدم ابتدا همه شون همینن، با چه روی میگی که چند تا دلال ارزی رو بیان اعدام بکنید؟ این همه اعدام کردید به کجا رسیدید؟ خلخالی اون همه اعدام کرد مواد مخدر و غیره رو، چی شد مواد مخدر؟ خب تو که سردستی دوزا خودت هستی، بیشرف، بیشرف حرومزاده. همه این مراجع تقریبا همین هستن، خفه خون گرفتن. من یه بار اینو گفتم یا دوبار گفتم تکرار میکنم، یکی از دوستام که میرفت پیشیشون و بقول من خمس و زکات مالش بیشرف میداد، گفتم خواهشن این سالتش بکن، بگو تو که مرجع تقلید هستی، چرا خفه خون گرفتی؟ حرف نمیزه جو حکومت، حرف بزن. این جنایت ها، این ظلم ها، این زندان ها، این خفقان ها، این تو سرزدن ها، این تبعیض ها، این رانت ها، سلمان فقط 18 سال پیشه،
گفت بود حاج آقا اینا میکشن، رحم ندارن، من فتوا بدم مردم ببینم میکشن، خونش گردن منه، توف تو شرفت کسافت. خب دزد سردستی دزدا تو هستی، حالا یه دزد امشب میگم. شما برای طلبه هاتون، برای این برابرتون، برای هزینه های تروریستیتون شکر وارد میکنید، حساب نجوم بانک ها مشخصه، او پولی تو بانک ها نگه داشتید الان رسیده به یک چهارمش نظر ارزشی بیارزش شده. دوستان شکر، شکر ایران تولید میشه در میشگر هفتپه و چند دیگه، اینا بریکسشون پایینه. بریکس مقدار شیرینی چیز هست، مقدار شیرینی به قول معروف اون شکر هست، چون سیستم ها قدیمیه، دستگاه ها قدیمیه، به روز نشده. شکر مثلا بریکسش 8 9 گاه گذاره به 10 هم میرسه، بس یه به چوندرش داره. شکر کوبا بریکس 14 است. بعد آقای مکارم یک مثال بزنم برگردم، اون دوران جنگ که بود این بچه ها اومدن توی شاهی و قمشر برنج جمع میکنن برای جبهه ها میخواستن ببرن، بلافاصله مردم موقع داغ بودن 500 کیسه برنج 50 کیلویی ظرف چند ساعت توی شاهی و قمشر جمع شد، 500 کیسه 50 کیلویی اینا تری زدن و بردن تهران. بعد من یکی از همکلاسان رو صدیقی که نمیدونم کجا سالا صدیق زاده یا صدیق آدم رفته همراه اینها بود، پاسدار بود، پاسدار شده بود. بعد تهران رفتم خونه خواهرش اینو ببینم، چون شوهر خواهرش یک شوهرای معروف بود و رفتم ایشونو ببینم. دیدم که اونجا کلی کیسه برنج تو حیاط ایناست. صدیقم همراه اون بود. گفتم صدیقی این برنج چیه؟ گفت هیچ چیزی درستشون میکنیم. خلاصش کنم. وقتی نگیرم 500 کیسه برنج رسید کرده بودن. 500 کیسه 50 کیلو رسید کرده بودن. آماده دارن کیسه 7 8 کیلو خریده بودن. خالی 500 کیسه 7 8 کیلو درست کردند. بودن تحویل دادند. دوستی اینجور از همون اول بوده. همشون آلوده هستن به غذایا. آمار 500 کیسه درست باشه. چند کیلوش مطرح نیست. بعدش هم تو بازار بودن و فروختن الی آخر. آقای مکارم قبلا شکر از کوبا می آورد. بریکس هم اینجور بتونیم. مثلا یه تانک فرض 3000 لیتری که شربت درست کنید. مثال میزنم. شکر بریکس مثلا 8 و 9 14 کیسه میبره. چون کار مشابه کردن دارم خدمت ارز بکنم. اما اگه بریکس 14 باشه 7-8 کیسه بیشتر نمیبره. آقای مکارم اخیرا از سالهای اخیر یاد گرفتند، چه خود چه واسطه هاشون، برن شکرهای به قول معروف درجه 3 یا درجه 4 بخرن بیارن با بریکس پایین و آلودگی بالا، یعنی بریکس 6 و 7 8 بخرن بیارن. در عوض اینا کیسه ای میفروشن، یه کیلویی میفروشن دیگه، به قیمت روزم میفروشن. نه مثلا به شکر درجه 3 قیمتش تقریبا 40% 45 زیر قیمت شکر درجه 1 سفیده تو بازار جهانی. کیفیتش هم پایینه، بریکس هم پایینه. یعنی دو تا کیسه بریکس 7 برابر با کیسه بریکس 14 است. با اینا کیسه میفروشن، کیلو میفروشن. وقت تو دم از دلال میزنی، کدوم دلال ارزی؟ کدوم مردم این کارا رو میکنن؟ غیر از آدم خودتون هستن، کسافت ها، بی شرف ها، بی دین ها، کفار، خائن بالفطره. تو خود سرسه دوزه با تو رو ادامت کنن. پیر شدی هرس ورد داشته، هرس. اما مردم جیگر تو در میارن و همسال تو رو. اما تو ترس هر تون داشته یه حرفا رو میزنید. وگر شما کم اعدام کردید، چی شد نتیجهش؟ مردم ایران دیراشون پیدا کردن. تو خودت هم بیشرف یه سردسته همون همتون. زمانی که شرعیت مادی رفت تو خیابون و از خمینی دفاع کرد، در تمام جنایت شریکه. بعد خمینی چه کار کرد؟ حبسش کرد. خوشحال شدم، گفتم خوشحالم بدعت گذاری شد سر قضیه آیت الله عظماها رو ذلیل کردن که مردم اینقدر ملچ ملچ ماچ میکنن توف را میگفتاد. بدعت گذاشتید برای نابودی خودتون. این انقلاب 1001 ضرر داشت، این حسن داشت که تابوی شما کثافت و شکست، اون لباستون به لجن کشیده شد، حرفتون دیگه پشیزی خریدار نداره و مردم و خمس زکاتی که به شما بیشرفه و اون مفخوره 25,000 تا طلبه مفخور میدن با واسطه بازسازی کشورشون میکنند، دیگه نمیدن، مالیات میدن، کارا نخواهی. البته اینا بهتون بگم دوستان ها، هر کدوم اینا که خمس زکات میگرفتن توصیه نامه مینوشتند که اون آقا بره
آهن وارد کنه، اون وارد کنه، اینو واردش بهش مجوز میدن، بدون چیزا فتوا میدادن، یعنی دستور میدادن، اصلا دستور میدادن آقا اینو بده بیا آقا تموش راند میگه چی شروع میشه، همیش میشه باز داره میواد میداد، اون مفتی تو نمیداد، حساب کتاب شده با حساب این کار انجام میداد. من چند تا کلیپ صوتی گذاشتم، آخه بعضی از دوستان مثلا میان تو یوتیوب یا تو کانال این برابر فکر میکنم من دو روز سه روز اومده کار مبارزتی میکنم، حالا نگو خودش تازه اومدن و نمیشناسن، البته من نمیخوام بگم من کی هستم چی هستم، من بارها گفتم من خیلی سال مبارزه با حکومت شروع کردم، بعدش بعد این انقلاب ننگی شروع کردم که اولین بار دستگیری من 12 فروردین 58 بوده، چندین بار زندان رفتم، شکنجه شدم، اذیت شدم، اعدام مصنوعی شدم، من لزوم نداره گفتن، شاید گذرا دارم میگم خدمتتون. بعد دوستان چیت میکنم میگن که نادر رفت و اصفهان، بعد که زدی افغانی رفت پارک کرد و رفتن، بعد یه سرباز پیری اونجا دید، گفت که به سرباز جلو آمد ببر، گفت زمانی که افغانی تو کجا بودی؟ گفت قربان من بودم تو نبودی. نادر گفت درست میگی من نبودم. حالا دوستان من خیلی ساده هستم، این عمدن گذاشتم که دیدگاه من اون زمان بدونید، فکر نکنید مال امروز دیروز هستم، نه مال 8 سال پیشه، مال قبلش هم که ضبط نکردیم و بلد نبودیم، ولی ایمیلاش هست، ایمیل رو متوازی ایمیل اومد و ایمیل میزدیم، برای پالتاک بود، من دوستای زیاد داشتم اونجا و این راه رو من دو روز نیومدم شروع کنم، زمانی که من بودم اکثر شماها نبودید، اصلا جرئت نمی کردید اسمی از این روحانیت و این مسائل بیارید، خیلیاتون هم بودید میکردید، اما یک مقداری بعضی ها به نرخ روز نون میخوردن، ولی تک تک هم بودن که واقعا جونشون رو گذاشتن، عمرشون رو گذاشتن و هستن، ولی اینها به تعداد انگشتان یه دست هم نمیرسن بیان دو دست. پس دوستانی که میان و این روزها یک میکروفون دستشون میگیرن، یه تصویر دستشون حرف میزنن، لطفا با دقت تر باشن، به ضرر خودتونه چون برای من چیزی نداره، من عمده این رو گذاشتم. حالا یکی دیگه هم هست که میذارم 20 دقیقه است که من این مخصه واسه بچه اعتراض صحبت میکردم، به بچه اعتراض گفتم اینو گوش کنید، به زبان مذهبی خودم صحبت کردم که اون کلیپ من که بعدا خواهم گفت با نده پادشاهی قبلا دو سه بار تکرار گفتم، و اتفاقی تو کلیپ افتاد، بچه اعتراض گوش کردن و رفتن و ریشه و دعوا بین خامنه ای و احمدزاده از کلیپ افتاد و رفتن سراغ عباس قفاری و خیلی مسائل، و قفاری از جرف زندان بعدش. من میدونستم که رادیو نده پادشاهی تو ایران شنونده نداره، امکانات این حالا نبود خارج کشور، اما میذارم بچه اعتراض گوش میکنه، خوزه بچه اعتراض همشون بد نیستن، همشون خوب نیستن، توشون خلاصه خوب بد داره، اما حرفایی که زدم گوش کردن، بعد با من تماس گرفتن گفتن کافی دروغ گفته باشی، گفتم سرمو میدم من دروغ حرف نمیزنم چون من سیاسی نیستم، بلد نیستم، من همینی که هستم هستم. و خدمت شما عرض کنم که در باز کلیپ خواهم گذاشت، دارم بررسی میکنم منطقه رو، خدمتتون خواهم بود و صحبت خواهم کرد که چون کلیپ زیاد شده دو تا مطلب دیگه داشتم نمیشه صحبت کنم، اما بهتون بگم که حکومت جمهوری اسلامی با اتفاقات صرف 48 ساعت گذشته افتاد و آخر افتاد دیگه تموم شده است، یعنی فاتحش خونده است، مثلا ارزیم همش بازی هست، راه برای خودشون هست، 4200 میخوان چیز کنن، پوله که نفته خارج کشور دادن رو باز دادن به چیزاشون، بگن جنس وارد کنید با 4200 هم بیرون 5500 تومن 6000 تومن بفروشید، اما دیگه این نفس آخره، خودتون هم حس میکنید و میبینید دیگه دنیای مجازی کاری کرده که کمتر چیزی پنهان میمونه. و بازم تاکید میکنم هر کسی شما ناامید که از آینده اون مزدور هست، هر کسی شما ترسوند مزدور هست، هر کسی که حمله حق تجدیدت مزدور شک نکنید، هر کس از حمله به ایران گفت شک نکنید که مزدوره، اینا کسی هستن که منافعی برای خودش تعریف کردن و هنوز امید دارن که اتفاقی بیفته، ولی دیگه کور خوندن، بازی رو همه جا باختند، همه جوره باختند، همه جوره باختند و آخر خطشونه، همه چی مهرز و مشخصه. این خسته نشدن اینجا به شاهزاده و پهلوی میگم و به مادر گرامیشون و همکارانشون که واقعا در تلاش هستن، فقط نمیشه باز کرد مسائل رو فعلا تا خودشون اعلام بکنن، چون قراری مسائل رو خودشون اعلام بکنن. من یه سرباز پیر در خدمت پشترشون هستم و گاه گذاری هم شاید مثلا بعضی حرف های بزنم که از کوپن خودم بیشتره، ولی ایشون بزرگواری خودشون میبخشن، میگم گذشت خصلت بزرگانه و ایشون به زودی بحثایی رو خواهند کرد، اطلاعی رو خواهند داد و ارتباطشون رو پربارتر و با تداومتر خواهند کرد. ایام بکن بزرگاتون خوش، فاتحه جمهوری اسلامی خونده است.